خانم دکتر مطلبی، ماهیت رابطه ایران با سازمان بهداشت جهانی چطوری به نظر شما؟ ببینید، هر جایی که در واقع سیستم سلامت کشورها خیلی قوی شدن، حوزه فعالیت سازمان بهداشت جهانی در اون کشور کم رنگ‌تر شد، تا جایی که بعضی کشورها اصلا دفتر نمایندگی هم نداره. من تو ایران، خب در واقع سیستم سلامت ایران تو دهه‌های قبل خیلی قوی بود، اما به موازات اون هم در واقع مداخلات و تعامل با WHO کم رنگ‌تر می‌شد. تو تجربه من تو 6 تا کشوری که در منطقه در واقع با سازمان بهداشت جهانی کار کردم، حداقل تعامل رو ایران داشت با سازمان بهداشت جهانی که در حد تبادل داده یا نظرات کارشناسی در حد سیاست‌های خیلی کلان بود. منتها تو 3 تا دولت اخیر در واقع حتی این کیفیت تبادل داده ها هم خیلی نزول پیدا کرد و خیلی موقع هم دلایل سیاسی نداشت، بلکه به نظر من بیشتر کاهلی بود و تأثیر می‌ذاشت برای اینکه اعتبار بین‌المللی ایران رو در بین کشورها به خاطر کارها و دستاوردهایی که داشته حتی بشه در واقع اون رو بیان کرد و گزارش داد. و الان که مخصوصا تو دوره کرونا که این در واقع به مراتب کمتر شده بر اساس گزارش‌هایی که خود حتی سازمان بهداشت جهانی داده.